و صد سلام به دوستان و رفقای گل خودم، به خصوص به بر و بچه های شیر و شورشی بلوچ که این روزا بد جوری آتیش و لرزه به تن و جون آخونده و پاستاره انداختن. بله، اول روایت تلویزیون آخوندی از ماجرا رو بشنویم تا گوشی دستتون بیاد که آخوند و پاستار جماعت چه وحشتی کردن. بله، ساعت 8 صبح دوشنبه در منطقه شمسر سراوان چه گذشت؟ بعد از آن در فرمانداری سراوان چه اتفاقی افتاد؟ به این موضوعات برمیگردیم. اما از صبح دیروز در شبکه‌های اجتماعی هشتگ‌های سراوان، سراوان تنها نیست و سراوان خونین با مطالبی از حادثه منطقه شمسر شهرستان سراوان منتشر شده. در میان مطالب حمایت سرکردگان گروهک منافقین و سلطنت طلب‌ها از این هشتگ‌ها هم دیده می‌شود. از هشتگ سراوان تنها نیست استفاده می‌کنم. از دیروز عصر نیز در شبکه‌های ماهواره‌ای سراوان به سرخط خبرها آمد. تحریک و جریحه‌دار کردن احساسات مرحله بعدی است. فقر فراگیر، استفاده از جملاتی همچون نان به قیمت جان، مردم در فلاکت و سرکوب خونی. به 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 نازم جوانای شیر سراوانو که فک و دک و دنده سگ و سیلای نظامو پایین بردم، اونم چجور. اما آخونده عجب روی دارن، اگه نون به قیمت جون نیست پس چرا سوخ برا و کول برا رو به گلوله میبندین؟ ای لعنت بر همه شما. اما ملاحظه بفرمایین پشت قضیه چی بوده؟ این بار سپاه مقصر اصلی حادثه معرفی می شود. تلاش برای زیر سوال بردن طرح رزاق که قانونی کردن فروش سوخت به جای قاچاق سوخت است توسط این رسانه ها کسب درآمد حاکمیت و سپاه از طریق ایجاد مافیا و قاچاق سوخت و منافع اقتصادی سپاه نامیده می شود. بله دوستان، روزی 15 میلیون لیتر سوخت قاچاق میکنه. اما مثل این که این اشتهای افسر سیری ناپذیره، حالا میخواد سنار سه شی درآمد سوخت برای زحمت کش رو هم به اسم این تر از دستشون بگیر و بریزه تو جیب خودش. داستان یارو است که میخواست با یکی شریک شه، میگفت مال من که مال خودمه، مال تو هم مال منه. اما کور خوندن، مردم دلیر بلوچ ایستادن و قیمتشو هم دادن. حالا ملاحظه بفرمایی چطوری میخوان ماسمالی کنن؟ ظاهرن تجمعشون اونور منجر به تیراندازی از توسط مامورین پاکستانی میشه. بین جمعیت یک نفر کشته و چهار نفر مجروح رو مشاهده شده. مردم این طرف با پاسدارا درگی شدن، اما از اون طرف نیروهای پاکستان تیراندازی کردن و مردمو کشتن. برو این کلا و سر عظمات بذار. اولا که خود پاسدارای نظام مردمو کشتن، دوما تازه بعدش وقتی دیدن مردم وایسادن، همون پاسدار ماسترهای جنایتکار دومشونو گذاشتن رو کولشونو ده فرار. آتش در بگیره، آتش در بگیره، خشک و تر با هم میسوزه. آتش در بگیره، راست و چپ با هم میسوزن. آتش در بگیره، اصولگرا و اصلاح طلب با هم میسوزن. وابیلا وابیلا، تو این قیاما و اعتراضا تر و خشک نظام با هم میسوزه، اصلاح طلب و اصولگرا هم نمیشناسه. آتیشی که راه افتاده قرار ریش و ریشه نظام رو بسوزونه. بله، مرحمت زیاد دوستان. موسیقی.